خیلی از جزئیات این توافق برای ما بگو لطفاً. تناز وزارت دفاع ترکیه در حساب توییتری خودش از این در واقع این بیانیه رو منتشر کرده و گفته که با توجه به اینکه فعالیت‌ها برای ایجاد یک سیستمی که نظارت کامل بر آتش‌بس در منطقه قره‌باغ صورت بگیره هنوز ادامه داره، هنوز جزئیات بیشتری نمیشه از اون منتشر کرد، اما به این اشاره کرده که در تاریخ 11 نوامبر یعنی 20 روز پیش این توافق امضا شده، اما تازه خبره امضای این توافق رو منتشر کردن. میدونیم که پیشتر ترکیه در تمام مدتی که جنگ در منطقه قره‌باغ بین آذربایجان و ارمنستان در واقع در حال انجام بود مدام بر این تاکید کرده بود که در هر گونه آتش‌بسی ترکیه باید حضور داشته باشه و حتی آقای الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان هم در واقع این صحبت‌های آقای اردوغان و دولت ترکیه رو تایید کرده بود که ما در هر نوع مذاکره ای و آتش‌بسی حضور ترکیه رو می‌خوایم، به عنوان کسی که می‌دونیم که ترکیه تنها کسی هست که واقعا منافع ملی ما براش اهمیت داره و هر دو طرف تاکید کرده بودن، هم آذربایجان هم ترکیه، که گروه میز که از فرانسه و روسیه و آمریکا تشکیل میشه سال‌هاست در برقراری آتش‌بس مانا در منطقه خیلی فعالیت درستی نتونستن انجام بدن و تلاش‌هاشون کارآمد نبوده و هیچ وقت آتش‌بسی که ماندگار باشه به صورت واقعی در منطقه برقرار نشده بود و همینطور همین اتفاقی که بعد از 30 سال افتاد، بازپسگیری مناطقی که در دست ارمنستان بود، مناطقی که بر اساس قانون و قطعنامه های سازمان ملل در واقع متعلق به دولت آذربایجان هست، بعد از مدت ها بر اساس این توافق و با اصرار ترکیه و آذربایجان تونست در واقع این توافق تونست که اون سرزمین ها رو تخلیه کنه از حضور ارامنه و به آذربایجان برگردونه. اما با توجه به این که خب اون خشمی که سالها بین آذربایجان و ارمنستان وجود داره هر لحظه این ممکنه به جرقه دوباره بیانجامه، حتما حضور نظامی ناظرانی یا همان صلحبانان ارتش روسیه حالا با همکاری ترکیه و در واقع موافقت ارمنستان رو در منطقه الزامی میدونه وزارت دفاع ترکیه هم، و برای همین گفته که فعالیت ها بیشتر هم انجام خواهد شد و اطلاعات بیشتر رو در هفته های آینده به اطلاع عموم خواهند رسوند. ممنونم از لیلی نیکفر خبرنگار ما که از استانبول همراه ما بودید.